تلاش برای اداره کردن کامپیوتر با سیگنال های عصبی، تشخیص زودهنگام بیماری آلزایمر با کمک تکنولوژی، نمایش پیشرفته ترین وسایل طبی مجهز با هوش مصنوعی و سایر گزارش های دیگر در کاروان، ویژه برنامه تکنولوژی از صدای آمریکا. سلام، زه داود صدیقی موتاسو کاروان یا د امریکا غږ د ټکنالوژۍ ځانګړې خپرونه ګورئ. په راتلونکي کې ښایي له کمپیوټري ماشینونو سره د انسان د تعامل طریقه چې اوس تر ډیره حده د کیبورډونو او ریموټ کنټرول له لارې ترسره کیږي په یوې مستقیمې طریقې، یعنی د لاس په خوځولو بدل شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې. ټایپ کول، د ګوتې کش کول او یا هم کلک کول ښایي ډیر ژر خپل اهمیت له لاسه ورکړي. د دغو کارونو د کولو لپاره له مخکې غږیز فرمانونه رامنځته شوي دي. بل قدم د داسې یو لاسبند اغوستل دي چې یوازې د خپلو ګوتو په خوځولو له ماشینونو سره ورباندې تعامل کولی شي. کله چې زه خپلې ګوتې سره کیکاږم او یوه کرخه کاږم، د فشار اندازه د کرخې د عرض په توګه تفسیریږي. اسرائیلی شرکت ویریبل ډیوایسز د مودرا په نامه دغه لاسبند جوړ کړی چې د بدن برقی سیګنالونه کشفوي. دغه سیګنالونه ستاسو فکر تفسیروي. دا یو ډول جادو دی. کله چې سنسر له پوستکي سره په اړیکه کې شي، د ژور زده کړې د الگوریتمونو په مرسته د لاس د مړوند له لارې له مغزو وتونکي برقی سیګنالونه کشفوي او د لاس په خوځولو یې تفسیروي. دغه سیگنال له خوځښت څخه نه رامنځته کیږي، له مغزو رامنځته کیږي. که زه خپله ګوته په میخانیکي ډول په خپل بل لاس باندې وښوروم، تاسو وینئ چې په سیگنال کې کوم بدلون نه راځي. په دې ډول اغوستل کیدونکو وسیلو هغه وخت چې نشو کولای د ټلیفون سکرین لمس کړو، ټلیفون ځوابولی شو، سیلفی اخیستلی شو او ویډیویي لوبې کولی شو. د ویربل ډیوایسز شرکت تر څنګ یو شمېر نور شرکتونه هم اغوستل کیدونکي وسیلې جوړوي. په 2019 کال کې د فیسبوک د ریالټی لابز شرکت مشر اعلان وکړ چې دغه شرکت د کنټرول لابز په نامه یو شرکت چې د تورته لاسبند جوړ کړی په 500 میلیونو ډالرو پیری. د مودرا له وسیلې څخه په یو شمېر زیرکو ساعتونو کې هم کار اخیستل کیږي. د مجازي او اضافي واقعیتونو له ټکنالوژۍ سره هم د کار اخیستنې وړتیا لري. خو هره ټکنالوژي د مودرا له وسیلې سره په ښه توګه کار نه کوي. یوه خبره یقیني ده او هغه دا ده چې په راتلونکي کې به کمپیوټري محاسبې په دې ډول ټکنالوژي سره ترسره کیږي او کارونکو ته به د دې وړتیا ورکړي چې د ګوتې په اشارې یا خوځولو سره په مستقیمه او چټکه توګه له کمپیوټرونو سره تعامل وکړي. تلاش برای ساختن وسایلی که منجر به تشخیص علائم اولیه بیماری آلزایمر شود از سوی قانونگذاران بخش صحت ایالات متحده تشویق و حمایت می شود و حتی برخی از دواها قبل از آن که به طور کامل اکتشاف داده شود اجازه استفاده می‌یابد. اداره صحت ملی بریتانیا نیز آزمایشی را برای انداخته است که اختلال شناختی خفیف را تشخیص کند. بسیاری از محققان معتقدند که افزایش این اختلال منجر به بیماری آلزایمر می شود. در رابطه توجه کنید به این گزارش. پال هندرسون در حال انجام آزمایش است که می تواند در تشخیص علائم زوال عقل نقش اساسی داشته باشد. این برنامه با کمک هوش مصنوعی ساخته شده است تا به دکتران، کارمندان بخش صحت و دیگران کمک کند افرادی را که دارای اختلال شناختی خفیف یا MCI هستند شناسایی کنند. این اختلال می تواند باعث از بین رفتن حافظه شود و می تواند بر توانایی های مانند حرف زدن، دیدن و درک کردن محیط اطراف مبتلایان تأثیر بگذارد. در حال حاضر این برنامه توسط انستیتوت ملی تحقیقات صحی بریتانیا در 18 شفاخانه از جمله کینگز کالج لندن آزمایش یا استفاده می شود. بزرگترین مشکل این نوع آزمایش هماهنگ کردن خود با سرعت است، زیرا آنچه شما می بینید تغییر تصاویری است که هر بار اتفاق می افتد.
و شما نمیدانید تصویر بعدی چی خواهد بود. از این رو وقت تصاویر را نگاه میکردم، من نیز بسیار دست و پاچه شده بودم. هندرسن اکنون 72 ساله است و در طی 2 سال گذشته فراموشکار شده و خانواده‌اش متوجه این مشکل شده است. بسیاری از نکات و چیزهای ساده و روزمره را فراموش میکنید که در ابتدا خطرناک به نظر نمیرسد، ولی این اختلال از همین چیزهای کوچک ساخته میشود. به طور مثال من با خانمم صحبت میکردم و میپرسیدم آن چیز کجاست. در نهایت او متوجه شد و ما در این رابطه عمیق‌تر با دکتر صحبت کردیم. دکتران تشخیص کردند که هندرسن به بیماری الزایمر مبتلا شده است. اگرچه بیماری او در مراحل ابتدایی قرار دارد، ولی اسکن مغز و آزمایش های دیگر نشان دهنده الزایمر می باشد. حالا هندرسن شامل یک آزمایش تحقیقی شده است که محققان نتایج و پیشرفت یافته های آزمایش بالای 3 گروه را مقایسه می کنند. این 3 گروه شامل افراد مانند هندرسن که مبتلا به بیماری اند، افرادی که هنوز زوال عقل ندارند اما اختلال شناختی یا MCI دارند و یک گروهی از افراد سالم می باشند. هندرسن همچنان در یک دوره آزمایش دوا قرار دارد، اما برای چند سال متوجه نخواهد شد که این دوا یک تسکین دهنده است و یا داروی برای بیماری الزایمر. این آزمایش چندین سال است که توسعه داده می شود و برخی از شرکت کنندگان روزانه آزمایش می شوند تا دیده شود که تغییر قابل تشخیص وجود دارد که باعث شناسایی بیماری شود. الزایمر می تواند به این معنا باشد که شاید در یک یا 2 سال آینده حتی نتوانم حرف بزنم یا مطمئنن چیزهایی را به خاطر بیاورم. درک این موضوع ترسناک است. اما در عقب نیروهای پرکار و خوب به شمول کارمندان صحی در اینجا آخرین تلاش های خود را برای یافتن راه حل انجام می دهند. این کار شما را مطمئن می سازد. هندرسن از متخصصان زوال عقل مشوره می گیرد. رژیم غذایی خود را تغییر داده است و هر روز به طور منظم ورزش می کند. همچنان اشتراک در آزمایش ها به او کمک کرده تا با دید مثبت به آینده نگاه کند. پروفسور دگ ارسلند، رئیس طب عصبی در کینگز کالج لندن و عضو هیئت مشاور در انکشاف آزمایش کاگنیتیویتی می باشد. این یک آزمایش تشخیصی برای یک بیماری نیست، اما آزمایش برای معلوم کردن چگونگی عمل کرده شماست. بنان وقتی این آزمایش را انجام دهید، یک قدم بسیار مهم در روند تشخیص بیماری الزایمر برداشته اید. نتایج حاصل شده از آزمایش ها مستقیماً به شرکت ارسال می شود و داده ها در آنجا با استفاده از هوش مصنوعی ارزیابی شده و با گذشت هر روز و افزایش شمار داده ها تشخیص بیماری دقیق تر می شود. با افزایش موارد ابتلا به زوال عقل در سراسر جهان، دانشمندان برای کمک به تشخیص زود هنگام این بیماری بیشتر به تکنولوژی اتکا می کنند. دی باستن داینامیکس شرکت لخوا جور شوی دی سپات په نامه سپیتا ورته روبات په مصنوعي ذکاوت مجهز کیږي. له دې کار څخه هدف دا دی چې مریخ ته په راتلونکو احتمالي ماموریتونو کې وکولی شي په خپلواک ډول هلته پلټنې وکړي. نورحال په دې ریپورټ کې. د امریکا د فضایي چارو د ادارې یا ناسا د GPL په لابراتوار کې د سپات روبات ته د مصنوعي ذکاوت داسې وړتیا ورکړل شوې ده چې وکولی شي د انسانانو له لارښوونې او GPS ته له لاسرسي پرته په هغو سیمو کې په خپلواکه توګه کار وکړي چې د انسانانو لپاره ډېرې خطرناکې ګڼل کیږي. په یوې ویډیو کې چې په دې وروستیو کې خپره شوې، د کالیفورنیا په شمال کې د سپات یو شمېر روباټونه د سوړو د راسپړلو په حال کې لیدل کیږي. د دغه سیستم جوړونکي وایي د سپات روبات اوس کولی شي له 6 دقیقو څخه په کم وخت کې په سلګونو متره سوړه راوسپړي، او د سیمې د 3D نقشې د اخیستو تر څنګ هغه سیمې هم په نښه کړي چې د ساینسي څېړنو ارزښت لري. په ازمایښتي پړاوونو کې روبوټونه له ازمایښتي ټیم سره د اړیکو له پرې کېدو وروسته هم په تماس کې وو، خو کله چې اړیکه ورسره پرې شوه ټول کارونه دوی خپله کول. ناسا وایي روبوټونه په ګډه کار کوي، داسې چې کله یو له یوې سیمې نمونې راټولوي بلې د ازموینو د ترسره کولو لپاره لازم وسایل وروړي. له دې پروژې سره د ماساچوست د ټکنالوژۍ انسټیټیوټ یا MIT او یو شمېر نورې ادارې هم مرسته کوي. به حال مروری داریم بر خبرهای از جهان تکنولوژی و معلومات جالبه که در رسانه های اجتماعی در رابطه به تکنولوژی به نشر رسیده است. در این بخش همکارم ژیلا نوری ما را از خانه خودم راهی می کند.
جیلا جان سلام. دوجا سلام خدمت شما، خدمت بیندرز برنامه کاروان. یفته باز هم برخی رویدادها و معلوماتهای تکنولوژی را در گزارش آماده کردیم که به توجه رسانه ما در بخش رسانه اجتماعی با گزارش بیشتر با شما خواهم بود. در میان گزارش های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، در گزارش از استونی آمده است که یک بس شهری اتومات که از هیدروژن به حیث مواد سوخت استفاده می کند و به گفته انکشاف دهندگان آن اولین موتر با این نوع ماشین در جهان است، در جاده های شهر تارتو رفت آمد خود را آغاز کرده است. رئیس جمهور استونی این موتر را برای مردم رونمایی کرد و خودش نیز سوار آن شد. این موتر با درجه حرارت کم هیدروژن توسط پهنتون تارتو دیزاین شده که به طور خودکار و بدون راننده است. این بس را شرکت آویو تک ساخته است که 6 چوکی دارد. این موتر از راه دور قابل کنترل نیز می باشد. این شرکت قبلا نیز موترهای کم مصرف دیزاین نموده است. در گزارش دیگر از گرجستان، یک شرکت مبتکر تکنولوژی گرجستانی سیم کیبل USB را از دوباله های پلاستیکی تولید می کند. نوجوانان سرپوش های بوتل های پلاستیکی را جمع‌آوری کرده و این شرکت با آنان یاد می دهد که سیم های USB بسازند. نظریه ساختن سیم های چارج کنه USB از پلاستیک های زباله توسط بنیانگذار شرکت تین مطرح شده است. این نوع سیم های USB چارج کننده در طرفداری از محیط زیست و استفاده دوباره پلاستیک های زباله می باشد. او برای کسایی که 50 سرپوش بوتل را به او بدهد یک سیم چارج کن در عوض پاداش می دهد. تا کنون حدود 100,000 سرپوش بوتل پلاستیکی را برای تولید سیم های چارج USB جمع‌آوری کردند. شاگردان مکتب بیشتر علاقمند شرکت در این پروژه او شدند. و در گزارش از فرانسه، ربات موسوم و جیلی فش بات می تواند زباله های داخل آبهای بحر را جمع‌آوری کند. ربات زرد رنگ جیلی فش بات در کشتی های سفید رنگ در بندر جنوبی فرانسه مستقرند و برای پاکاری آبهای پر از زباله های پلاستیکی از آن استفاده می شود. در بندر شهر کسیس در فرانسه کشتی های برقی در حرکت هستند و جیلی فش بات که اندازه یک بکس سفری را دارد برای جمع‌آوری زباله ها در داخل آبها حرکت می کند. طبق گفته یک متخصص ربات های تحت البحری، این ربات برای پاک کردن زباله ها و جاهای باریک که به دسترسی به آن مشکل می باشد و زباله ها در آن جمع می شود رفته می تواند. یک شرکت تکنولوژی بحری مستقر در هلند نوع دیگر ربات بحری را به نام وست شارک برای جمع‌آوری کثافات داخل آبهای بندر شهر روتردام دیزاین کرده است. هر سال حدود 6,000 تن زباله های پلاستیک به آبهای مدیترانه راه می یابد. از ربات جیلی فش با در هفته بندر فرانسه استفاده می شود و به کشورهای سنگاپور، ژاپن و نروژ نیز صادر شدند. در صفحات اجتماعی بین کاربرا بیشتر در مورد برخی تغییرات شرکت گوگل، عرضه شدن تلفن جدید آیفون نسخه 13 که در آن و همچنان بعضی تازه تکنولوژی مانند قیمتی ترین ساعت هوشمند که عرضه شده است در بین کاربرا بیشتر بازتاب یافته است. از جمله یفته بین کاربرا در صفحات اجتماعی در مورد خدمات شرکت گوگل بحثای تازه دیده میشه که شرکت گوگل تصمیم گرفته است که بخش گزینه هنگاوت یا ملاقات‌های چندی نفری آنلاین که با اکاونت یا حساب جیمیل استفاده میشد حذف میکنه. در عوض بخش‌های دیگه گوگل دوو و گوگل کال و غیره که با گزینه صحبت با صدا و تصویری همراه است بین کاربرا بیشتر طرفدار پیدا کرده است. شرکت فیسبوک یافته در صفحه رسمی اینستاگرام نوشته که به دلیل هک شدن شمار زیاد حساب‌های اینستاگرام افراد برای کاربرا گزینه تازه امنیتی را اضافه کرده که شماره تلفن و ایمیل و بعضی معلومات محرم کاربر را برشان فرصت می‌دهد که ثبت کنند تا حساب‌های اینستاگرامشان بیشتر مسموم شود. اگر برای شما پیام در مورد ازی که باید پاسپورت یا معلومات اینستاگرام خود تازه بسازین براتون رسه، به این معنی است که حساب شما شاید هم هک شده باشه. حتما این مسئله را جدی بگیرید. گوشی‌های جدید سامسونگ گالکسی پرو که اخیراً عرضه شد
در بین کاربران تولیدات اندروید بیشتر طرفدار داره و در یکی از ویدیوهای آنلاین در مورد مشخصات گوشی ها در مقایسه با گوشی های نسخه قبلی گالکسی بد لایف و پلاس معلومات داشته که تقریبا همه گزینه های مشابه همدیگر دارن و قیمت هایش مشابه است، با تفاوت از اینکه بیتری گوشی های قبلی گالکسی بد در ظرف 12 ساعت نظر به گوشی قبلی به مصرف میرسه. اولین بار شرکت ساعت‌سازی سوئیسی تگ هیور قیمتی ترین ساعت هوشمند برای علاقه‌مندان گیم معروف ماریو دیزاین کرده است. ساعت جدید ماریوی شرکت حدود $2,000 قیمت داره و در او گزینه‌های مختلف ساعت‌های هوشمند در نظر گرفته شده است و این شرکت در توییتر در پیام در مورد عرضه ساعت‌ها خبر داده است که واکنش‌های متفاوت به خصوص در مورد قیمت از او در مقایسه با سایر ساعت‌های هوشمند در بر داشت. و در یفته یکی از چینل های یوتیوب به نام ریوا تکنولوژی به شما انتخاب کردیم که در این چینل ویدیوهای کوتاه برای ترمیم تولیدات تکنولوژی مانند بیتری، ساعت اپل واچ، تلفن های هوشمند، تبلت و غیره به طور کوتاه و مشترک گنجانیده شده است. کسایی که علاقه‌مند فراگیری ترمیم و ساختار تولیدات تکنولوژی جدید یا هوشمند هستند حتما به این چینل رجوع کنین و این ویدیوهای جالب و معلوماتی را هم خودتان میتونین پیدا کنین. اسم چینل را یادداشت کنین، ریوا تکنولوژی. ای بود مرور کوتاه به برخی از گزارش ها و معلومات تکنولوژی که در صفحات مختلف اجتماعی منتشر شده بود و به توجه رساندم. ادامه برنامه را با گزارش های بیشتر باز هم از جهان تکنولوژی همراه با همکارم داوود صدیقی دنبال نمایید. داسې ښکاري چې په راتلونکو کلونو کې به د برقي موټرو تولید او خرڅلاو ډیر شي. د یو شمېر نورو شرکتونو په څیر چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې پانګونې کوي، د موټرو د جوړولو جاپاني شرکت نیسان هم په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د انګلستان په شمال کې به د برقي موټرو او بیتریو د جوړولو په یوې نوې فابریکې باندې 1.4 میلیارد ډالره پانګونه وکړي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ. د نیسان د شرکت د اروپا د څانګې مسؤول د رویټرز خبري اژانس ته وویل، د انګلستان په شمال کې د دغې فابریکې لپاره د سندرلند د سیمې غوره کول د انګلستان د حکومت او د نیسان د شرکت ترمنځ د اعتماد ښکارندوی کوي. د دغې فابریکې لپاره د سندرلند د سیمې غوره کول زموږ د شرکت او حکومت ترمنځ اعتبار ښیي. دا یوازې د یو موټر د تولید پلان نه دی، بلکې موږ د راتلونکو لسو کلونو لپاره د همکاریو پلان لرو. د موټرو جوړولو لوی او مشهور شرکتونه چې په یوه پیړۍ کې د ټکنالوژۍ له ډېر مهم بدلون سره مخامخ دي، هڅه کوي چې د برقي موټرو د تولید کارخانو ته نږدې د بیتریو د تولید فابریکې هم ولري. په انګلستان کې د نیسان د شرکت لخوا په ساعت کې د 9 گیګاواټ انرژي په مصرف د یوې فابریکې جوړول به د برېټانیې د موټرو صنعت چې له اروپایي اتحادیې څخه د دغه هېواد له وتلو راوروسته زیانمن شوی و بیرته غښتلی کړي. د برېټانیې صدراعظم بوریس جانسن وویل، د نیسان دغه پریکړه برېټانیا ته د اعتماد د یوې مهمې رایې د ورکولو په معنا ده. د نیسان شرکت وایي د برېټانیې حکومت یې د پریکړې ملاتړ کوي، خو د مالي مشوقاتو او د حکومت د ملاتړ د نورو جزئیاتو په هکله څه نه وایي. د نیسان د چینایي شرکت انویژن AESC او سیمه ایز حکومت لخوا د 1.4 میلیارد ډالرو پانګونه به د انګلستان په شمال ختیځ کې 6200 کسانو ته د کار زمینه مساعده کړي. د نیسان شرکت به د بریتانیا په دغې فابریکې کې د کراس اوور د برقي موټرو د نویو ماډلونو په جوړولو چې تر اوسه کوم نوم نه دی ورکړل شوی 343 میلیونه انګلیسي پاونډه پانګونه وکړي. د یادونې وړ ده چې نیسان له دې مخکې دلته د لیف په نامه برقي موټر او د کشکای کراس اوور جیپ ډوله موټر جوړ کړی دی. دغه شرکت د اروپا د چارو مسؤول وایي د دوی موټرو ته تقاضا زیاته ده. دا واقعیت دی چې زموږ تولید د بازار د غوښتنې په پرتله کم دی. موږ له خپلو مشتریانو هیله کوو چې د خپلو موټرو تر جوړېدو پورې صبر وکړي. د مثال په ډول موږ د کشکای موټر د نوي ماډل لپاره د مشتریانو 10,000 فرمایشونه ترلاسه کړي. زه په دې باور یم چې د روان اوړي له ختمېدو سره سم به موږ د تولید عادي حالت ته ورسیږو. په
په داسې حال کې چې د نړۍ ځواکمن هیوادونه د کاربن د ګاز د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د تیلو سوځونکو موټرو جوړول کم کړي دي، بریتانیا ژمنه کړې چې د 2023 کال وروسته به په دغه هیواد کې د ډیزلي او پټرولي موټرو خرڅلاو بند کړي، خو د برقي موټرو عامیدل هم سخت دي. چین د برقي موټرو د بیټریو د تولید په مارکیټ کې او هم په هغو منرالي موادو باندې حاکمیت لري چې دغه بیټری ورڅخه جوړیږي، خو امریکا او اروپا هم هڅه کوي چې دغه مقام ته ځان ورسوي. د نیسان شرکت وایي د انګلستان د سندرلند په فابریکه کې د کراسوور نوي جوړ شوی برقي موټر به اروپایي مارکیټونو ته صادر شي. د نیسان جاپاني شرکت په 1980 کلونو کې د بریتانیا د وخت صدر اعظم مارګریټ تاچر په هڅونې د سندرلند په سیمه کې د انګلستان د هوایی پاوز په یو زاړه هوایي ډګر کې خپله فابریکه پرانستله. د نیسان شرکت اندېښنه درلوده چې له اروپایي اتحادیې څخه د بریتانیا وتل به ورته تاوان ورسوي، خو دغه کار ورته ډیر زیان ونه رساوه. له اروپایي اتحادیې څخه د بریتانیا د وتلو په تجارتي قرارداد کې د بریتانیا او نورو اروپایي هیوادونو ترمنځ د موټرو د آزاد تجارت په سر هوکړه شوې، خو په دې شرط سره چې د اروپا په مارکیټ کې د هر خرڅېدونکي موټر د ارزښت 40% پورې باید په بریتانیا کې یا د اروپایي اتحادیې په کوم بل غړي هیواد کې تولید شوی وي. نمایشگاه موسوم به نشست جهانی هوش مصنوعی در شهر شانگهای چین برگزار شد. در این نمایشگاه شرکت‌های مختلف تکنولوژی‌های جدید طبی را به نمایش گذاشتند که مجهز با هوش مصنوعی است و بیماری‌ها را سریع‌تر تشخیص می‌کند. در رابطه توجه کنین به این گزارش. با استفاده از مایکروسکوپ فقط متخصصان و ساینسدانان نیستند که این نمونه ها را تجزیه و تحلیل می کنند. این وسیله دیپت AI نام دارد که مجهز با هوش مصنوعی بوده و برای تشخیص نوعیت تومورها به کار برده می شود. اگر به طور مشترک با وسیله موسوم به دی کلیور آی به کار برده شود، می تواند به بیماران به طور آنلاین مشوره های طبی دهد و به طور مستقیم آموزش معلومات طبی را فراهم کند. این وسایل در نشست جهانی هوش مصنوعی در شهر شانگهای چین به نمایش گذاشته شده است. با هوش مصنوعی می توانیم تعداد و مکان سلولهای تومور را دقیقاً شناسایی کنیم و سطح تشخیص و درمان دقیق را تا حد زیادی ارتقا دهیم. این موفقیت بزرگی است. همچنین با کمک هوش مصنوعی دکتران می توانند از کار خسته کننده تجزیه و تحلیل فارغ شوند و روی شناسایی بیماری های پیچیده تمرکز کنند تا سطح تشخیص را ارتقا دهند. این فقط بخش از طیف وسیع نواری های طبی می باشد که اینجا به نمایش گذاشته شده است. شرکت های چینی جدیدترین روش های طبی را به نمایش گذاشتند که بیشتر روی بهبود تشخیص بیماری ها با استفاده از هوش مصنوعی و اسکنرها تمرکز دارد. در بخش دیگر نمایشگاه شرکت جیوی تکنولوژی چینی سیستم موسوم به مورفوگو را به نمایش گذاشته است که دستگاه تجزیه و تحلیل سایتومورفولوژی پیوند مغز استخوان می باشد. این سیستم به طور خودکار می تواند سکن کامل مغز استخوان را انجام دهد و موقعیت سلولهای هستدار و گزارش عمومی کلینیکی را به مراتب سریع تر از روش های سنتی انجام دهد. این طور دریافت نتایج با سرعت زیاد برای تشخیص دقیق و درمان به موقع بسیار مهم است، زیرا نمیتوان چنین نتایج را به طور سنتی به دست آورد. به عنوان مثال، چین دارای مناطق وسیع دور افتاده می باشد و برای افرادی که در دهکده های دور زندگی می کنند غیر ممکن است برای معاینه سریع مورفولوژیک مغز استخوان به شفاخانه بزرگ بروند. بدون چنین سیستمی می توان گفت که زندگی و صحت بیماران مبتلا به بیماری های خونی در مناطق دور افتاده را نمی توان به طور مؤثر تضمین کرد. این فقط مشکل چین نیست، بلکه یک مشکل جهانی می باشد. شرکت ایندو انگل مدیکل تکنولوژی مستقر در شهر ووهان چین روی اندوسکوپی جهاز هاضمه بدن تمرکز کرده و دستگاه ایندو انگل را به نمایش گذاشته است. این دستگاه با استفاده از هوش مصنوعی سیستم هضمی بدن انسان را بر اساس یک شبکه عصبی ارزیابی می کند. دستگاه ایندو انگل می تواند 26 بخش سیستم هضمی بدن را در زمان اندوسکوپی نقشه برداری کند و بدون رها کردن برخی از بخش ها سلول های مشکوک سرطانی را پیدا کند. حجم کار دکتران در چین بسیار زیاد است. ما می توانیم به خوبی به آنها کمک کنیم تا کارشان بهبود یافته و اشتباهات ناشی از خستگی یا به دلایل دیگر را کاهش دهیم.
هوش مصنوعی در حال تغییر دادن صنعت مراقبت های صحی چین است. در حال حاضر شفاخانه ها در سراسر این کشور وسایل و خدمات طبی مجهز با هوش مصنوعی را به کار می برند. پیشرفت هوش مصنوعی در بخش طبابت به طور جدی از سوی حکومت چین حمایت می شود و آنها می خواهند این کشور تا سال 2030 به مرکز برتر نوآوری های هوش مصنوعی در جهان تبدیل شود. بر اساس آمار آی ریسرچ، شرکت بزرگ مشوره‌دهی چینی در زمینه تجارت آنلاین، بازار هوش مصنوعی چین در حال رونق است. اندازه این بازار حدوداً به 11 میلیارد دلار رسیده که 3 برابر بیشتر از ارزش آن در سال 2018 می باشد. ما با بازار عظیمی روبرو هستیم و همچنان مزیت‌هایی داریم که کشورهای خارجی از آن برخوردار نیستند. ما منابع عظیمی از نمونه‌ها و حمایت حکومت را در این صنعت داریم. استفاده از هوش مصنوعی در مراقبت‌های صحی در اولویت قرار دارد و رهبران چین در جستجوی راه‌های کاهش فشار جدی بر خدمات صحی هستند، زیرا جمعیت این کشور به سرعت به سوی شهرنشینی رو می آورد و سالخورده می شود. امید این است که روش‌های جدید درمانی مبتنی بر هوش مصنوعی بتواند کمبود دکتر، میزان بالای تشخیص نادرست، عدم دقت در پیشبینی اولیه بیماری و موارد دیگر را برطرف کند. په لیتویا کې د ټکنالوژۍ شرکتونه غواړي چې د بالتیک د سمندر په غاړه پروت دغه هیواد کې په دودیزې بڼې د بیرچ په نامه د یوې ونې د اسارې د ویستلو چارې عصري کړي. نورحال ریپورټ کې. د لاتویا ډیر خلک د بیرچ د ونې د اسارې د راټولولو په لنډ فصل کې چې د پسرلي په پیل کې د واورې له ویلې کېدو د ونو د غوټیو تر راوتلو پورې یوازې څو اونۍ دوام کوي له دغو ونو شیره راټولوي. د شیرې یا اسارې د راټولولو د کار د اسانه کولو لپاره د ټکنالوژۍ د یو سیمه ییز کوچني شرکت د ټکنالوژۍ یو ټیم له انټرنټ سره وصل داسې لوښي جوړ کړي چې کله له اسارې ډک شي کارونکي ته پیغام استوي. ډیر خلک له داسې حالت سره مخامخ شوي چې اثرې د لوښې له څنډو سر کړی وي او یا هم لوښی په ځنګله کې ورک شوی وي. په همدې خاطر موږ وپتیله چې د دغه زاړه دود سره د 1 پیړۍ په ټکنالوژۍ مرسته وکړو او د دغې وسیلې د جوړولو نظریه موږ ته پیدا شوه. د یو NC لاتویا په نامه شرکت د دغې وسیلې ازمایښتي نمونه جوړه کړې او یو اپلیکیشن یې هم ورته جوړ کړی چې برچ نومیږي. د دغه شرکت رئیس وایي دغه وسیله له یو موبایل یا ګرځنده موډم او د اوبو د کچې له سنسر څخه جوړه ده. دغه وسیله د موبایل له یو عادي موډم او یو کوچني کنټرولونکي څخه چې د ننه یې کوډ دی جوړه ده. د هر ډول اوبو د سطحې سنسر لري. دغه وسیله په اصل کې له انټرنټ سره د وصل شویو وسیلو یا IoT یوه ابتدایي نمونه ده. د دغه وسیلې ازمایښتي نمونه تر اوسه بازار ته نه ده وړاندې شوې، خو جوړونکي غواړي چې کارونه یې پراخه کړي چې وکولی شي د ونې موقعیت معلوم کړي او د اسارې راڅڅېدل بند کړي. د لاتویا حکومت خلکو ته اجازه ورکړي چې د دغه اسارې د راویستلو لپاره د اسارې د راټولولو په فصل کې یوازې د یوې ونې د سوري کولو حق لري. اس میډینه پاتې سوای ګسولو او سېو ما د بریټل او سارې د خپل مخ د پوستکي د پاکولو لپاره کار واخیست چې خنه دی جای ورکړی ده. زکه دا یو طبي شی ده، د پسرلی شیره ده، د تازه او نیمې سالات په شان ده. په همدې خاطر زه فکر کوم د لاتویا ټول خلک ورته اړتیا لري. که څه هم ډیر شمیر لاتویایان وایي چې د بیرچ او سارا د درملو په توګه کاریدلی شي، خو د خوراکي توکو د خوندیتوب یو لابراتوار کې متخصصین وایي په دې اوسارې کې د ویټامینونو او منرالونو اندازه ډیره کمه ده. ستونزه دا ده چې د بیرچ د ونې په اوساره کې ښه او ګټور مواد ډیر نه بلکې لږ دي، او په دې خاطر چې د انسان صحت ته ګټه ورسوي نو دوی باید هر ورځ د دغه اوسارې یو بیلر وڅکي. دا د دې اونۍ کاروان هیله ده د خپرونې ټول مطلبونه مو خوښ شوي وي. د یادونې وړ ده چې د کاروان او آشنا تلویزیون خبری خپرونې له طلوع، طلوع نیوز او لمر تلویزیون نسخه خپریږي. د کاروان خپرونه هره جمعه د شپې پر 10 د طلوع نیوز او په 11 بجو پر طلوع او لمر مه هیروئ. هیله ده د تل په څیر له موږ سره واوسئ. تر بیا، الله مو مل شه.
We'll be right back.